حجم بزرگی از شعارها آقای گوریز در تظاهراتی که در ژانویه بود در دیماه و همین تظاهراتی که در چند هفته اخیر در نقاط مختلف کشور برگزار شده در شهرهای مختلف شهرستان ها حجم بزرگی از این شعارها در واقع اختصاص داره به گلایه شهرمندان ایرانی از میزان فساد در نظام حاکم یعنی میدونم مملکت رو رها کن حیا کن از این مسائل حتی شعاره اقتصادی واقعا با این سیاست هایی که آقای روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونیشون مطرح کردن و این بسته جدید ارزی و اینجور مسائلی که دارن پیش میگیرن فکر می کنید برسیم به اونجا که این مسائل مردم حل بشه یعنی فساد و مشکلات اقتصادی رو با راه حل های کنونی شما قابل حل میدونید ببینید آقای وزارتی فقط آقای روحانی هم نیستن 15 راهکار آقای خاتمی هم مطرح شده امشب اتفاقا من دیدم که آقای احمدی نژاد هم فیلمی رو بردم همه سوالای منو لو دادی من یکی یکی می‌خواستم برسم به <تصفح> <و> این داستانا نه <تصفح> <تصفح> من خیلی کوتاه فقط اینا رو بگم یعنی می‌خوام بگم که کلا به نظر میاد که کلیت نظام به این نتیجه رسیده که نمیتونه مشکلات رو چه راه حلی واسش داشته باشه چه مدیریت بکنه ببینید ایران به طور کلی با سه ابر بحران مواجه است یکی موضوع شک شکست حکمرانیه که فساد برمیگرده به همون قسمت مشکل آب هست، هوا هست، بیکاری هست و موضوع اقتصاد که فساد قسمتی از اون اقتصاده موضوع بعدی عدم مشروعیت داخلیه همون شارهایی که شما مطرح میکنید اصولگرا، اصلاح طلب، دیگه تمام ماجرا و عملا به نظر میرسه که دیگه این همبستگی ملی که باید وجود داشته باشه در ایران نیست و موضوع سوم برمیگرده به انزوای خارجی که ایران باش مواجهه و اونم موضوع تحریم به طور کلی به جایی رسیده الان شرایط ایران که حتی عراق میاد میگه که ما از تحریم ها موافق تحریم ها نیستیم ولی پایبند هستیم به خاطر منافع ملی خودمون اگر واقعا جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید در این مدت بیشترین سرمایه گذاری بعد از جنگ ایران عراق در عراق کرده و از سوریه به طور کلی به نظر میرسه که مردم از من چیزی که میگیرم تصویری که میگیرم و شبکه های اجتماعی هم خیلی مهمن توی این قضیه به نظر میاد که در از نظر اقلانی و احساسی به این نتیجه رسیدند که این حکمرانی شکست خورده حکمرانی که بر مبنای خودی و غیر خودی پایه گذاری شده و این خودی و غیر خودی هر بار به خاطر جنگ هایی که بینشون هست چند نفر رو به عنوان آدم مفسد میگیرند، زندان میکنن و غیر و زالک و مردم به نظر میاد که عبور کردن و اینجور راه حل های 15 گانه و یک گانه و پنج گانه و دو گانه و غیر و زالک که حالا سوال شما هم پرسش های شما هم هست باید. به نظر میاد که اینها دیگه راه حلی نیست برای حل بحران پرسش اینجاست که آیا جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات خودش خواهد نشست آیا با, با پس دادن حاکمیت ملی اقتصاد ساختاری رو حل میکنه مثلا ما با امریکا کنار بیه تحریم هم برداشته نه خیر معلومه که نه ولی پرسش اینه که دیگه الان بحث بحث آقای روحانی و خاتمی و احمدی نژاد دیگه نیست بحث بحث تغییر ساختاره که آقای برزیگر هم بهش اشاره کردن و این تغییر ساختار نیازمند حل مشکل فساده چون هر سه ابر بحران آقای زارتی براش هیچ راه حلی نیست و هیچ مدیریتی رو هم براش ندارن و نمیتونن بدن